سلام عرض می کنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم پوریا هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر افتخار حضور در برابر دیدگان پرمهر و پر محبت شما عزیزان دلم رو دارم و خیلی خوش آمد میگم به تک تک دوستان عزیزی که با این ویدیو تازه با چنل ما آشنا میشن و خیلی قدردانی میکنم از دوستانی که از ویدیوهای قدیم و یا حتی از ابتدای چنل یار و همراه ما بودن موضوع ویدیو امروز در رابطه با انواع التهاب و درد در بدن و راه های مبارزه و یا پیشگیری از اونهاست که برای طیف بسیار گسترده ای از افراد میتونه مفید باشه چرا که هیچکس کس نمیتونه این ادعا بکنه که تا به حال در زندگی خودش التهاب و درد رو تجربه نکرده لازم یادآوری بکنم که هر هفته به مانند این هفته در چنل ویدیوهای با موضوعات پزشکی سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک بکنه حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید همچنین اگر دوست داشتید چنل ما رو به دوستان و آشنان خودتون معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندند اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون مثل همیشه بی نصیب نگذر. و اما میپردازیم به التحاب خب از تعریف التحاب شروع بکنیم من کلمه کلم التحاب در علم پزشکی به این صورته که التحاب نوعی مکانیسم دفاعی در بدنه پس زمانی در بدن التحاب ایجاد میشه که محرک ضروری وارد بدن بشه عفونت ها زخم ها و هر گونه آسیب بافتی بدون پاسخ های التهابی در بدن بهبود پیدا نمی کنند عزیزان دلم و اما سوال دیگری که در رابطه با انواع التهاب ها مطرح اینه که آیا التهاب همون عفونت خیر وجود التهاب همیشه معنی عفونت نیست گاهی التهاب در پی رژیم غذایی غلط و ورود ترکیبات مزری همچون چربی های بد به بدن رخ میده حتی زمانی که شما مسترب میشید بدن وارد فاز التهابی میشه انواع التهاب اما به دو نوع ساده دسته بندی میشن التهاب حاد و التهاب مزمن تفاوت اصلی این دو نوع التهاب هم در مدت زمان ایجاد اونهاست التحاب هاد چیه؟ به التحابی که به سرعت به وجود میاد و بدن رو حدود چند روز تا چند هفته درگیر میکنه التحاب هاد میگن علائم التحاب هاد چیه؟ علائم التحاب هاد شامل درد گرما در محل التحاب قرمزی و تورمه و تا یه چند روز هم از بین میره اما علل ایجاد التحاب هاد چیه؟ بیماری های نظیر برونشیت هاد گلودرد خراش های پوستی، ورزش شدید، التهاب آپاندیس، سینوزیت و غیره از علل ایجاد التهاب هات هستن اما التهاب نوع دیگر یعنی التهاب مزمن چیه التهاب مزمن بدن رو چند ماه تا چند سال هم میتونه درگیر بکنه و برخی از علائم اون به صورت فیزیکی در بیرون بدن بروز نمیکنه گاهن امکان تشخیص التهاب مزمن مشکله اما علل ایجاد التهاب مزمن چیه ببینید بیماری هایی نظیر آسم زخم معده آرتریت روماتوید، کرون کولیت اولسراتیو و بیماری های دیگه از علل بروز التهاب مزمن هستند. البته این بیماری ها خودشون زایده التهاب مزمنن و التهاب هایی که طی سبک زندگی نادرست همچون تغذیه غلط و استرس فراوون ایجاد میشن خودشون در انواع دیگری هستند که دست بندی میشه اما علائم التهاب مزمن چیه مهمترین علائم التهاب مزمن شامل خستگی زخم های دهانی درد قفسه سینه درد های شکمی راش و درد مفاصله درمان التهاب حالا بخش دیگری که بسیار مهمه اینه که چگونه التهاب رو درمان بکنیم در مورد التهاب خوشبختانه میتونید دیرتر از سایر بیماری ها به درمان دارویی فکر بکنید چیزی که خود من باش موافق ترم اما در مورد برخی از بیماری ها و برخی از مشکلات واقعا بیهوده است به درمانی جز درمان کلینیکالی یا دارویی فکر کردن اما در مورد التحاب این شدنیه به چه صورتی؟ درمان دارویی التحاب اولش خدمتتون عرض بکنم که چیه؟ ببینید معمولا برای درمان التحاب خفیف از داروهای ضد التحاب غیر استرویدی استفاده میشه مثل ناپروکسن، بروفن، آسپیرین و انواع دیگر مسکنها در مواردی که شدت التحاب زیاد باشه از کورتیکو ها یا همون کورتون ها استفاده میشه این داروها آنزیم هایی که در ایجاد التهاب نقش دارند رو غیر فعال میکنن اما مکمل های غذایی داریم که میتونه کاهنده التهاب باشه برخی از مواد مغذی و ادویه ها خاصیت ضد التهابی دارند که به کاهش و درمان درد و التهاب کمک میکنن برخی از این ترکیبات که اساره اونها هم میتونید به عنوان مکمل غذایی پیدا بکنید شامل کورکومینه سال هاست که زردچوبه به عنوان ادویه ضد التحاب شناخته شده کرکومین ماده مؤثر این ادویه هندیه که در درمان درد کاهش التهاب و پیشگیری از بیماری های نظیر دیابت بیماری های قلبی و عروقی و انواع سرطان نقش بسیار مؤثری داره نتیجه ای یک مطالعه بر روی 117 بیمار مبتلا به سندروم متابولیک نشون داده که شاخصه های التحاب نظیر CRP و MDA در افرادی که از مکمل های حاوی کرکومین استفاده می کردن در مقایسه با افرادی که از این مکمل استفاده نمی کردن کاهش بسیار معناداری داشته سازمان غذا و داروی آمریکا مکمل های حاوی کرکومین رو ایمن اعلام کرده و دریافت روزانه 8 گرم کرکومین بدون هیچ آرزه جانبی قابل تعملی در بدن بسیار هم مفیده و اما ماده دیگر زنجبیل از دیرباز زنجبیل برای درمان تهوع استفراغ و مشکلات گوارشی مورد استفاده قرار گرفته دو ترکیب اصلی این ادویه به نام جینجرول و زینجرون نقش موثری در کاهش التهاب دارند مطالعات نشون داده که مصرف روزانه 1600 میلی گرم زنجبیل در کاهش شاخصهای نظیر CRP و HbA1c uh, یا همون هموگلوبین گلیکوزیله نقش موثری داره در واقع این دو شاخص شاخص هستن که میتونن باعث به وجود اومدن التحاب هم بشن نتیجه مطالعه در uh, یک مجله به نام ایرانیان جورنال کانسر پریونشن یا در واقع معنی فارسیش میشه مجله ایرانی که برای جلوگیری از سرطان در واقع چاپ میشه نشون داده که سطح شاخصه های التهابی نظیر CRP و اینترلوکین 6 در زنان مبتلا به سرطان سینه که از مکمل های زنجبیل استفاده میکردن کمتر از زنانی بوده که از این مکمل استفاده نمیکردن این مثال هایی که میاریم شاید گاهی تخصصی تر بشه صرفا به خاطر اینه که بدونید چقدر میتونه هر کدوم از این مواد غذایی تاثیر داشته باشه در کاهش التهاب و درمان التهاب برای شما عزیزان دارد. ماده بعدی اما اومگا 3 هستش اسید های چرب اومگا 3 شامل آلفا اسید یا همون ALA و ایکوزا پنتانویک اسید یا همون EPA و دوکوزا هگزانویک اسید یا DHA هن. من به اصلی این ترکیبات غذاهای دریایی دانه ها و مغز ها هستند امگا 3 علاوه بر بهبود سلامت سیستم قلبی و عروقی و سیستم ایمنی بدن در کاهش التهاب هم بسیار موثر برخی از مطالعات نشون دادند که مصرف مکمل های امگا 3 حاوی یک ممیز سه دهم گرم ای, پی ای و سه دهم گرم دی ای 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 به مدت شش هفته میتونه نقش موثری در کاهش شاخصه های التهابی و تقویت سیستم ایمنی بدن داشته باشه در کل مکمل های اومگا 3 که شاخصه دی اونها پایین تر هستش و ای پی ای اونها بالاتر هستش مکمل های اومگا 3 مفید تری هستن. در کل امیدوارم که هر جا هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید مراقب سلامتی خودتون باشید با تر از سلامتی هیچ کس دارایی نداره تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.